سلام، امیدوارم که خوب باشید. من آرام همینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه و میخوایم بررسی کنیم اخبار این چند روز گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. اول از همه مثل همیشه با به هر حال پروژه هایی که قراره در آینده پخش بشن شروع میکنیم. سینا سایی ترکی رو برای پیش فروش گذاشته به اسم نمیبینم این ورا که الان در دسترسه و میتونید برید بخرید و وقت پخش براتون ارسال میشه. لینک تمام اون آهنگایی که برای پیش فروش گذاشته شدن توی دیسکریپشن هست، میتونید برید مستقیم وارد شید و خریداری کنید و لذت ببرید. نمیبینم این ورا کسی مثل خودمونو. حامد اسلش هم آلبوم جدیدش رو برای فروش گذاشته به اسم هیپ هاپ و انرژی که هنرمندای دیگه‌ای هم تو این آلبوم هستن و ترک لیستش اعلام شده همجور که می‌بینید. لینک این به هر حال آلبوم هم هست توی دیسکریپشن، میتونید برید خریداری کنید و لذت ببرید. نوید صدر و فارسی از لیبل فارسی هم آلبومی رو برای فروش گذاشتن که نیمه بی کلامه و این آلبوم تا به خرید میتونید ازش استفاده کنید و الان برای خرید هست و همچنین یه سری پوستر داره که میتونید این پوسترها رو هم خریداری کنید که فکر کنم آخراش چه چون تعدادش محدوده. اسم این آلبوم هم در شبکه موجود نمی باشم هست. عرفان پایدار با اشتراک گذاشتن تیزری اعلام کرد که آهنگ بومبام از آلبوم انگیزه که به همراه حامد نیکپی بود قرار موزیک ویدیو بشه و به زودی شاهد اون خواهیم بود. در پرده اسرار کسی را ره نیست، زین تبی جان هیچ کس آگه نیست، جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست. میخور که چون این
فسانه ها کوتاه امروز را دست بس فردا نیست و اندیشه فردا به جز سودا نیست زای مکنین گمر دل شیدا نیست که این باقی عمرا به ها پیدا نیست حرارم فکر دیروز و فردام ولی غافل از ولی غافل از ولی غافل از کوروش وان تونز با انتشار یک تیزر اعلام کرد که موزیک جدیدش به اسم هیاهو در راهه. پوریا پوتک هم با انتشار یک استوری اعلام کرد که دارم دست پر میام. همونطور که میدونید پوتک قراره که دوتا آلبوم هم بده، امسال اونجور که خوش گفته به احتمال زیاد قراره دوتا آلبوم بده و سال پرکاری رو داره. اپیکور با انتشار یه استوری اعلام کرد که این چند وقته یکم کمکار بودیم اما قراره دست پر بیایم. حالا خبر نداد آلبومی تو راه، موزیک ویدیو یا چی، باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاق میفته. موئر تکاهنگ جدیدی رو برای فروش گذاشته به اسم ایراده کجاست که با تیزر معرفی شد و خب طبق گفته موئر درآمد حاصل از فروش این ترک میره برای سیستان بلوچستان که اونجا بتونن مدرسه ای رو احداث کنن. حالا اگه اشتباه نکنم استانش سیستان بلوچستان بود فکر میکنم و خیلی کار قشنگیه، دمش گرم. شما هم حتما اگه دوست دارید که تو این کار خیر شریک باشید برید و موزیک رو خریداری کنید و لذت ببرید. نیمانی موش ترکی رو برای فروش گذاشت به اسم توشکاری. همونطور که چند بار تو این ویدیو گفتم لینک این ویدیو هم هست توی دیسکریپشن، میتونید ویدیو کنه آهنگ برای خریدش توی دیسکریپشن هست، میتونید برید خریداری کنید و لذت ببرید. من نیومدم الکی گیر بدم، نه فقط میخوام شما چند دقیقه بدین به من وقت و بشنوین حرف دلمو با دید برتر که چه جوری ضعف رم به فرصو میشه حل کرد. آرتا با انتشار چند تا استوری اول خبر از این داد که یه همکاری بین المللی خواهند داشت با کوروش و مونتیگو. بعدن هم اعلام کرد یه موزیک ویدیو دارن به اسم لوکا لوکا که به نظر میاد همون به هر حال موزیک بین المللیه باشه. حالا بعد وایسیم بیاد ببینیم چه جوریه. خب میریم سراغ موزیکایی که این هفته منتشر شدن. اول از همه موزیکی رو داشتیم به اسم دوستا و دشمنام از زخمی، لیتو و کنیس. حالا دوستام شدن دشمنام، دیگه مثل قدیم نیست برام، حالا نقشه میکشن برام، میگی بدم ولی بد دارم برام. اومدی صاف زدی تو قلبم رفتی، خوب میگفتم از اتر و خرفی میشد فهمی. موزیک بعد از تو رو داشتیم از یاسر بینام، سبا و رادین. همه خاطرات توش هست، چی شد نمیدونم، چشمات منو گول زد، من همون لحظه باختم که گفتم تنها نمیتونم. وانمود میکنم نباشه خوشترم، مهم نیه هرچی گفتی پشترم، خواستم ندونی از سودی. همکاری رو داشتیم از امیر خلوت و سجادی به اسم دستای تو. وقتایی که فکر میکردم بهت رویایی ترین، شبایی که نمیزدم پلک ظلم میزدم بهت، خدا رو شکر میکردم ایف کشتی دلم و همون تو مردی کم کم، ای خیلی ممنونم زدی زیر همه چی، کور بودم نمیدیدم دلم میره برا کی، هر روز سردتر میشدن. دیسترک چهره را داشتیم از تس. چهره در همه حقیقتتون روشنه، نشه پول قماری بچور گرفتته، هنر معنوی موسیقی که صنعت نیست، دیگه چه برسه به دلالی و شدبندی، کوره چشم شعر تولیدت واسه پول ما تو این میدون رو اسبه. ترک آدم و میرن را داشتیم از علی پاشا و ویسکی، اگه اسمشو درست تلفظ کنم. میلیون من میذاره میره
بفهمه دوستش داری تو چشات گریون نشه چون میارزه به این آدم و حیفون سگش بهشون میدون نده میشی حیرون تش چی میذاره تو فکر این آدم و فقط قصه میگم. یه موزیک داشتیم که خیلی حواشی بود وقتی این که برحال معرفی شدم و وقتی اومد خیلی استقبال خوبی ازش شد نسبتاً و موزیک چیزی نبود به اسم پاشو از پیشرو و کامیار. هیچ وقت اینو یادم نمیره که پای کار خستگی خوابم میرفت هر وقت پی میبرم که تبدیل به حیوان شدم آدم میشم دیگه به یه ماتم نیستم هر چه قدم بشه نامرد بیشتر همین الان خدا با مرد میزم به نفس بده تاتش میرم. دیسترک حولو رو داشتیم از کچی بیت. تو تو داتی اونم چت منگ من تو سبربن وسط وستون باشه بالا خواد قایم نشد جون داداشم یاد باشه داره کون بالا خواد توپم دم حلقت آجی بوم شکل. و اما در جواب به حولو جوجه هنری داداشیم از تتلو. جوجه هنری جوجه هنری قول بده تا نشدی سوژه تا نری جوجه هنری جوجه هنری فکر میکنی گنگی ولی جوجه خودمی جوجه هنری. آهنگ گمرک داشتیم از خلصه به همراهی مسلک. من از کوچه های ترس میومدم دوستان گفتم پشت منو لفظ میومدم شب میرفتم سر کار و عصر میومدم انقدر دعا کردم پاره کردم تسبیح اونقدم تا که خدا آخرش شد موجا که ببرتم. آهنگ بوم بوم رو داشتیم از شریم به همراهی نیکیتا. خود بازیم ازم راضیم توی همه جمع من آسه بازیم از شینیم لاتینو مامیم میگم پانه میده بعد از آن شاکیم گل شهر دنبالم لاک راکستار تو هم سر خد منتظر تو ایسکام. فری استایلی رو داشتیم از دانیال به اسم گیوتین که دیسترکی بود به امیر تتلو و به نظر میاد بیگرس. میخواد بره بالا شغال از شیرا تتوهاشو زده خدیجه دو سال از شیرا زگه تلاشتو کنی تو هم میتونی یه روز ولی گخوری کنی کلمه گیوتین رود شما نهایت بتونید کنید ریتویتمون من انو کف کولمه یه بیسکویت خورد وقتی پول کسونیم. خب یه چالش جهانی داشتیم که از برحال پرودوسرهای استرنج موزیک بود و دو تا ایرانی تو شرکت کردن به اسمای پدرام پلاس و مهران تیرداد که درست جزو سه نفر اول نشدن اما چون کارشون خوب بود برحال قول اینو دادن اون برحال کسایی که این چالش رو برحال را انداخته بودن که با اینا همکاری کنن و این خبر رو خود مهران تیرداد داد. حالا بعد وایسیم ببینیم چجوری میشه آیا فیت بین المللی دیگه خواهیم داشت یا نه. اجرای هر کدومشون رو جدا جدا میبینیم برمیگردیم. بهم نمیگن تک دسیان منم میشه تشت اینم تکس بچینم قبل از اینکه تست بدی قلم میشه بنز به میتنم بیده صرف بشی چند بیت بری فست دوباره تخت شکت بگم مرحل کارو به حتمه سر بره بره حتمه سنگه تک حقت هر چقدر بری کارو بری ببینه به بده حله حله های رب اگه بود اینجا یه من نشونه تو میدادن ای در خونه باقا سر نمیتونه ببینه جیه داستان ما روزا دنبال خواب شب و باز پای کار فنت دیا بکنم رو بیت کار اکشه نتونه بخونه بمونه به دوزی راحت. موزیک و موزیک ویدیوی دنبال من رو داشتیم از بیگ ای و پانیدا. جوره عوض شدم پر شبه تورم دنبالم نگرد نظر عوض کنم تورم درخت بودیم و تبر شدم خودم دنیا شد نفس نفس رفت دل خوش به این که هنوز سحر هست ولی فقط تاریکی مونده تو. آلبوم پازل زندگی رو داشتیم از رزومو اگه اسمشو درست تلفظ کنم که نیما نیموشم توی دوتا از ترکای این آلبوم حضور داشت. مادر من باور من یار و یاورتم غلامتم بدون تا تهش در خدمتتم حالم به تر میشه وقتی کنارتم. چرا مرده پرستو بنکم چرا مرده پرستو همکاری مشترکی رو داشتیم از روحی به همراهی مستر امپی که خیلی ترک باحالی شده. روحی خودش یه آهنگساز خیلی باحال و خلاقه که واقعا خوبه کاراش. مستر امپی هم که دیگه همه کار است و تو رپ کردن هم خیلی قدره. میبینیم قسمتی از این آهنگ با هم برمیگردیم. یکی میگه نخون اینو نگو اینو برو دنبال درس و دانش مغز و بازش کن حاجی رپ و ولشت تو بهترش هم حسد مدلش ها. یکی میگه جوانی تو هنو نکو پای این کارا بی خودی جوانی تو هنو مخشون یه موقع نکشیم و نمو تو حرارتشو ندیدی چون نبودی تو تنو جای من نبودی و... خب این بوده از اخبار رپی این هفته و نیو آرتیست هایی که داشتیم. آرتیست های واقعا خوبی هن و اگه در این حد هستید فکر میکنید کارتون خوبه
حتما به من ایمیل بزنید و حتما کاراتون رو بفرستید. از اینستاگرام هم میتونید ارتباط برقرار کنید ولی از ایمیل باشه راحت تره، چون میزان دایرکت خیلی باحاله. و لطفا اگه کاراتون خوبه و تجربه دارین، فری استایل اول، آهنگ اول، اینا هنوز جا داره و خیلی ها هستن سالها دارن کار میکنن تازه به اون درجه رسیدن، اونا در ارجحیتن و حمایت با یه کار با یه فری استایل اینا نمیشه. باید کار کنی، خودت نشون بدی. خیلی ها شاید رپ کنای خوبی نیستن اما اتفاقی کار خوب دارن و اینجوری باید 5 تا 6 تا کار داشته باشی که آدم ببینه او یه چیزی هست و رو اون بتونه تصمیم بگیره. پس اگه اینجوری هستید بفرستید. و همچنین حتما اگه بی بو یا بی گرل خوب میشناسین، دنسرهای خوب میشناسید، برای من بفرستین ایرانی، برای من حتما بفرستید. اگه خودتون دنسر هستید بفرستید و سعی کنید روی هیپ هاپ، یعنی روی موزیک ایرانی باشه، برای من بفرستید. و میخوام یه ویدیو درست کنم. همچنین اونایی که بیت باکس میکنن و بیت باکس خوب درست حسابی، حتما ویدیو بفرستید. اگه شما مخاطبی دینا رو دیدید حتما برای من بفرستید که میخوام یه سری حرکات انجام بدیم. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، see you soon.